مرسی مرسی مرسی، خیلی ممنونم، متشکرم 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 متشکرم، بفرمایید. خیلی ممنونم. به نام خدا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و این روزهای سخت رو زودتر بگذرونیم. سال جدید رو تبریک میگم، امیدوارم سال جدید پر از اتفاقای خوب، انرژی‌های خوب و خبرهای خوب باشه. بریم سر اصل مطلب. این قانون جذب کائنات که اخیراً زیاد در موردش صحبت میشه چیز عجیبیه. اصل مطلبش اینه که اگر زیاد به یک موضوع یا یک آرزو فکر کنید، کائنات شما رو به سمت رسیدن به اون آرزو هدایت میکنه. بهترین مثالش همین شب عید خودمونه. سال هاست به محض اینکه 10-12 روز از زمستون میگذره، هممون میگیم که الان که دیگه شب عیده، ایشالله بمونه بعد از تعطیلات. اینقدر اینو گفتیم که کائنات باورش شد. سال 98 تقریبا از اول مهر شب عید شد. کلن همه تعطیل بودیم و لذت بردیم. جا داره از اینجا تبریک بگم به همه هموطنان عزیز و گرامی. فریب دادن کائنات، اونم با این ظرافت و دقت، به دست نمی اومد مگر با یک عزم ملی و همه جانبه از طرف مردم و مسئولین. همینجوری ادامه بدیم، یهو یه روز صبح از خواب بیدار میشیم میبینیم نصف جهان منتقل شده به اصفهان. چون سالهای سال گفتیم اصفهان نصف جهانه. وسط میدون نقش جهان از خانم میپرسی ببخشید شما از کجا اومدین؟ میگه والا من تا دیشب شیکاگو بودم، امروز در خونه رو باز کردم دیدم منتقل شدیم به طبقه بالای بریونی معصومی و پسران. میگی که خب بسیار خوب، فقط رعایت کنید لطفاً. یا اصلا خدا رو چه دیدی؟ چه بسا تا چند وقت دیگه اصلا آبادان برزیله. فقط اونا احتمالاً یه چند وقتی طول میکشه تا رعایت کنن. اونا. من شخصاً فکر نمیکردم کائنات اینقدر زود باور باشه. اینقدر برای پیچوندن اداره گفتیم. یه سرمایی خوردم که از جا نمیتونم پاشم. واقعاً یه سرما خوردگی اومد که از جامون نمیتونیم پاشیم. از ترس کائنات دیگه این چاکرم مخلصم هم نمیشه گفت. قطعاً در دنیای واقعی هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم نوکر شوهرعممون باشیم. نظرات شما رو بخونیم. سوال در مورد این بوده که خاطرات جالبی که از عیدی گرفتن دارید برای ما بنویسید. یک سال عید زنداییم به بچه های بزرگتر پول داد، به من تخم مرغ رنگ کرده. از هرسم خوردم، 3 روز مسموم بودم. یه بار عیدی گرفتم، اومدم بگم لطف کردید، گفتم وظیفتون بود. بعدی، تنها خاطره من اینه که 15 سال تمام بابام عیدی ها معظم گرفت که برام پسنداز کنه، آخر معلوم نشد چی شد، یه اختلاس رخ داده. مادر بزرگم هر سال به هم 2000 تومن میده، میگه سلیقت رو نمیدونم، خودت یه چیزی بخر. وقتی میریم یه جا عید دیدنی میگن تو دیگه بزرگ شدی عیدی نمیخوای؟ دوست دارم همونجا خرابکاری کنم که بفهمن من هنوز بچه‌ام. بعدی، مدیری سر و تهشی ایشالله. نمیدونم معنیش چیه ولی هر جور صلاح میدونید. همیشه بستن بند کفشا رو طول میدادیم که عیدی بدن. من یه بار 10 دقیقه بند کفشمو طول دادم که ببندم، آخرم چیزی ندادن.
بعدی، یه سال پدرم عیدی شلوار گرفت اندازه شلوار شما. بدترین عیدی عمرم بود. یه بار عموم میخواست عیدی بده، دست کرد تو جیبش، یه تراول 50 تومانی بیرون اومد. میخواست عوض کنه، انقدر تو چشماش زل زدم همونو داد بهم. هنوز داره چپ چپم نگاه میکنه. الان 41 سالمه. همیشه پدرم به عیدی های من به چشم بخشی از بودجه سال آینده نگاه میکرد. آخری دایی من عیدیمو میذاشت تو پاکت میداد. نکتش این بود که ارزش خود پاکت ها از مقدار عیدی توش بیشتر. به واسطه یه شرایط خاصی که این روزا پیش اومده، شاید در این تعطیلات یه مقدار احساس بی‌حوصلگی و غربت بهمون دست بده، ولی شک نکنید که اوضاع روحی کشورهای همسایه به مراتب از ماها خرابتره. یه دوستی دارم در ترکیه، میگفت ما تازه عادت کرده بودیم به شما. بچه من هر وقت حوصله‌اش سر میرفت بهش میگفتم بابا جان 2-3 هفته دیگه عید نوروز میشه، ایرانی ها میان. میگفت خیلی منتظرتون بودیم. حتی از یه ماه پیش پلاکارت های مخصوص نوروز رو در باغ وحش های اینجا نصب کردن. روشون نوشته بود لطفاً انگشت در بینی گوریل ها نکنید. از گره زدن بند کفش خود به دور پوزه تمساح‌ها جداً خودداری کنید. برای باز کردن دم طاووس‌ها به زور متوسل نشید. آخرین اخباری که من دارم اکثر پارک‌های آبی ترکیه دارن تغییر شغل میدن. کاغذ چسبوندن که سرسره‌ها حراج به دلیل قرنطینه رفقا. حالا چه ایرادی داره که یه عید رو مثلا به کتاب خواندن بگذرونیم، یه کوچولو بخونیم، یه حدیدی خوشمون اومد. البته اینم بگم که خب بعضی از نویسنده ها در افت آمار کتابخوانی مقصرن. یه مقدار دیر میرن سر اصل مطلب، اینه که خواننده خسته میشه. خواننده منتظره ببینه قهرمان قصه امروز به عشقش پیشنهاد ازدواج میده یا نه. این نوشته که صبح از خانه بیرون زدم، باید به او میگفتم که چقدر دوستش دارم. هوا گرگ و میش بود، شبنم بهاری روی گلبرگ ظریف شمعدانی میرقصید. گربه ای از پشت درخت به دور دست ها سرک کشید. صدای خشخش جاروی رفتگر گوش ها را پر می کرد. بوی نان داغ مسخم کرده بود. همینجوری 25 صفحه رفته تا روش های زایمان پشه ها روی درخت ها. تا روش زایمان پشه ها روی درخت های نارون هم توضیح داد. بگو دیگه، این قراره بره بگه دوستت دارم، با من ازدواج میکنی، خبرت. اینو بگو. چرا با اعصاب مخاطب بازی میکنی؟ یه آقای خانم، شما بفرمی. چشم شما بفرمی. بله. شغل شما چیه؟ تو کار موبایل هستم جناب مدیر. در کار موبایل هستین. بله. شما خانم؟ خانه‌دار. بله. کدوم کشورها هستن که مثل ما عید نوروز رو جشن میگیرن؟ بله تو همه جای دنیا هستن. عید نوروز، عید ما. فقط فکر کنم خود ایران باشه. نه. یا ترکیه؟ دیگه. ارمنستان؟ دیگه. باکو؟ دیگه. بعدن و فکر میکنم چطور همین. اولش فکر کردید فقط ما؟ همه رو گفتین. تاجیکستان؟ بله ازبکستان؟ بله. قرقیزستان؟ بله. کشورهایی که همشون تان دارن آخرش. آذربایجان؟ بله.
نوروز باستانی مربوط به چه دوره ای از کجا اومده؟ والا نمیدونم. میدونی تقریبا 3000 سال پیش قبل از دوره هخامنشیان. شما از تاریخچه پیدایش نوروز چیزی میدونی؟ نه به اون صورت آقای مدیر. چند تا سوال میپرسم اطلاعات عمومی رد و بدل کنیم. یه شعر از خیام. نمیدونم. فقط موبایل میفروشی؟ البته جناب مدیری، هم فروشه، هم تعمیرات، هم نرم افزار، هم سخت افزار، یعنی شامل همه اینا میشه. فقط بسیار عالی، بسیار عالی. یه سوال موبایلی هم میتونید بپرسید، شاید بتونم جواب. چشم. الان به ذهنم اگه برسه موبایلی. بعضی از گوشی ها توشون آپشن دیوایس منیجمنت رو نداره. بله. چیکار کنم؟ با یه سری برنامه‌ها میشه مثل فایل منیجر روش نصب بکنیم که داخل فایل منیجر بتونیم واردش بشیم. دیوایس منیجمنت هست. خیلی هم عالی. بفرمایید خانم که یه شعر از حافظ برامون بخونید. از میشه از مولانا بخونم از حتما میشه. خودت گفتی از مولانا. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. بسیار عالی. کلمه قدر یعنی چی؟ قدر یعنی قوی، یعنی قدرتمند. قضا و قدر. قسمت. رنگ سبز از ترکیب چه رنگ هایی میاد؟ زرد و آبی. کتاب رؤیای نیمه شب تابستان اثر کیست؟ نمیدونم. نه میخواستم پرسم قیمتش حدوداً چند؟ رخت بربستن یعنی چی خانم؟ اشکالی نداره. بزرگترین کشور آسیایی کدوم کشور؟ چین. پر جمعیت ترین چینه. درسته؟ خودش میگه. خودم هم ایراد خودم میگه. خودش با خودش مخالفت میکنه. به پوست درخت خرما چی میگن؟ نمیدونم. قندهارنامه اثر کیه؟ نمیدونم جناب مدیری، سوالا خیلی سخت شد برام. شارژر ماشینم داریم. بله بله. سوالای موبایلیه دیگه، راحت و ایناست. بله. چند الان حدودن؟ برای شما مجانیه جناب مدیری. رایگان تقدیم میکنم. کدوم مهره شطرنج در یک خط صاف حرکت نمیکنه؟ شطرنج بلد نیستم من. من بگم جناب مدیری، اسبه جان؟ اسب هستش؟ بله بله بله. یه دونه رو جواب دادم حتی. خدا رو شکر واقعا. یه شعر عاشقانه بخونید خانم. الان اصلا من شما رو دیدم حضور ذهن ندارم آقای مدیری. جناب مدیری من میتونم شعر رو بخونم؟ خیلی ممنونم. شعر عاشقانه بخونید. بله. در میان ماه رویان ماه روی من توی، گر نترسم از خدایم گویم خدای من توی. بسیار عالی. بسیار عالی. آقا بهتر بودن دست بالا؟ خانم بهتر بودن؟ سه نفر. فقط دوستم بود. فقط دوستتونه اونجا. بله. خیلی هم عالی. نه همه که خوبن، درجه یکن، فقط حالا به رأی مردم مجبوریم که در واقع چیز کنیم. چشم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. متشکرم. متشکرم. لطف کردین. خیلی ممنون. من واقعا مشکلی با این که یک مدت رستوران رفتن رو تعطیل کنیم ندارم. نه به خاطر شروع بیماری، به خاطر پدیده‌ای به نام انعام. آدم نمیدونه انعام رو بده یا نده. اگر انعام بدی طرف ناراحت میشه یا انعام ندی طرف ناراحت میشه. اینا به کنار. میزان هزینه ها در صورت انعام کامل خیلی فرق میکنه. پول غذا میشه مثلا
200 تومن، اگه انعام بدی میشه حدود 380. میرسی جلوی در رستوران، یکی با یه چماق نورانی وایستاده که بیا اینجا پارک کن. یکی دیگه میدوه در ماشین رو باز میکنه، اینم. یکی دیگه در رستوران رو باز میکنه میگه خوش آمدین، یکی دیگه پشت در وایستاده در رو میبنده. یکی وسط پله ها وایستاده به اونایی که دارن میان دستمال سفره میده، به اونایی که دارن میرن خلال دندون. وارد سالن میشی، یکی میاد میگه چند نفرید قربان، راهنمایی میکنه سر میز. یکی دیگه میاد میز رو تمیز میکنه و یه منو میاره میره. یکی چرخش رو هل میده میاد میگه سوپ، سالاد، ماست، نوشابه، دوغ، زیتون. یکی دیگه غذا رو میاره. یکی وسط غذا میاد میگه چیزی لازم ندارید، همه چی خوبه. یکی یه پایه مبل دستش بالاشو میچرخونه، فلفل آسیاب میشه. من فلفل بخوام چشمم کور خودم میریزم. آدم اینجور جاها میترسه از سرویس بهداشتی استفاده کنه. نشستی یکی یهو با حوله و لگن آب داغ میاد بالا سرت. اما از یه جایی به بعد تصمیم گرفتم به همه انعام بدم. بهشت زهرا سر مزار یکی از آشناها بودم. یه آقای اومد نشست، شروع کرد به فاتحه خوندن. یه تراول 5 جایی دادم بهش. گفتم خدمت شما. گفت آقا خجالت بکش، من پسر همین آقاییم که کنار مزار شما دفن شده، برای احترام فاتحه خوندم. بلند شد، سوار ماشین شد، رفت. یه BMW سری 7 کوپه بود. آره. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی. همه شما ازشون خاطرات بسیار خوب دارید. بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، سرکار خانم یکتا ناصر. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و امشب کنار ما هستین. اگر سلامی هست. بله. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. خیلی خوشحالم که اینجا در کنار شما هستم و شما آقای مدیری، همه همکارانتون. امیدوارم که من بتونم گفتگوی خوبی داشته باشم. همینطوره. خیلی ممنون که آمدین. بریم سر سوالات، چون خیلی حرفه، خیلی حرف داریم. بازیگری رو از سن خیلی کم شروع کردین، از 16-17 سالگی. بله 17 سالگی. چی شد اصلا وارد این حرفه شدی؟ تپش قلبم کنترل کنم. صبر میکنیم، یکم آب یادم رفته چجوری بودم. یکم آب میل کنیم. منم آب. من بگم تپش قلبتون دلیلش رو. خواهش کنم. به شدت از کرونا میترسن. پشت صحنه اصلا یه وضعی، یعنی 7-8 نفر دنبال ایشون، یکی قرص میداد، آرام بخش میداد، یکی حرف میزد، یه روانشناس آوردیم از کودکی ایشون شروع کرد صحبت کردن تا امروز. و من هی دلداری میدم، هیچی نیست، کرونا نمیگیریم، هیچی نمیشه، هر کی در زمان خودش خواهد مرد اصلا. یعنی هممون، یعنی منظورم هممونه، دور از جون شما. نه واقعا درسته. آره. و اینجا ضدعفونی شده، چند تا کادر مجرب وزارت بهداشت اینجا هستن، همه دوستان. آره، تمام دوستانی که اونجا نشستن کرونا دارن، دورن. و ما اینور در امانیم. جان، من بازیگری رو راستش بخواین شروعش برام خیلی اتفاقی بود. خب از دوران مدرسه، مثل خیلی از بچه های دیگه، نوجوان های دیگه، من هم این حرفه برام جذاب بود و
خب خیلی وقتا توی مدرسه که ازم سوال میپرسیدن که میخوای چی کاره بشی یا حالا جایی بعد چیزی رو مینوشتیم تمرین میکردیم، من میگفتم که میخوام بازیگر بشم. بله. اون تو خب کسی طبیعتا خیلی جدی نمیگرفت، راست چه بخواهی خودم هم خیلی جدی نمیگرفتم، بیشتر برام شکل یک رویا یا شاید آرزوی محال بود، به دلیل اینکه خب من خانواده‌ای نبودن که توی این حوزه فعالیت بکنن و من هیچ اطلاعاتی نداشتم. خیلی دلم میخواست که برم هنرستان هنر بخونم، ولی خب به دلیل اینکه خواهر بزرگترم رفته بود هنرستان یه ذره جو یه جوری بود که انگار که خب تو هم اگه بری هنر بخونی انگار که مثلا ما هیچ استعداد دیگه در فامیل نداریم و اینا. خب رشته تجربی هم خیلی دوست داشتم و رفتم به اون سمت، تا اینکه یکی از دوستانم که میدونست من این کار رو دوست دارم قرار بود خواهر کوچیکترش رو برای یکی از دفاتر فیلم و به عنوان یک کودک ازش حالا تست بگیرن و اینا، به من گفتش که تو هم دوست داری میتونی با من بیای اینجا. گفتم خب چقدر جالب و چقدر خوب و اینا. رفتم تست دادی؟ نه رفتم یکی از کارگردان آقای اصغر هاشمی اونجا بودن که اصلا خب برای اون فیلم احتیاج به یک بازیگر تو سن سال من که خب نمیخواستن و شروع کردن خیلی من نصیحت کردن که اصلا تو چرا میخوای بازیگر بشی و اینا. راستش بخوام من خیلی یادم نیست که چی گفتم، ولی احتمالا همون شاید حرفای کلیشه‌ای که ممکنه یه نوجوانی تو اون سن و سال بگه همونا رو حتما گفتم، ولی به هر حال یه عکس پرسنلی مال مدرسه داشتم و تو اون دفتر گذاشتم و یه فرمی هم پر کردم و رفتم. یه مدت خیلی کوتاهی بعد با من تماس گرفتم برای یک سریال تلویزیونی و گفتن که ما داریم تست میگیریم اگه دوست داری بیا. و من رفتم تست دادم و اتفاقا یادمه که خیلی هم استرس نداشتم و اصلا تپش قلب نداشتم و اینا. موقع کرونا نبوده خب. نه شاید به دلیل اینکه واقعا برام خیلی موضوع جدی نبود، اصلا فکر نمی‌کردم که دارم پا توی یک مسیر زندگی میذارم و قرار اتفاقی رقم بخوره. موضوع مال چند سال پیشه؟ مال 17 سالگیم که من متولد سال 57م، نمیدونم میشه چه سالی. 57 میشه چند سالتون؟ من 41 سالم تموم شده. خیلی خوب. بله. و اون سریال شد گل‌های کاغذی، درست میگم؟ بله. دیگه تست دادم و برای اون سریال قبول شدم. تا حالا تست هم گرفتین از کسی؟ نه. نه. چون خب همه میدونیم که آقای منوچهر هادی همسر خانم ناصر از کارگردانان و در واقع ده حالا در شبکه خانگی هم در سینما هم در تلویزیون خب خیلی فعالن و حتما کاراشون رو دیدین، چون ایشون کلاس بازیگری دارن. بله. شما باشون همکاری در این زمینه ندارین؟ نه نه. توی خونه که درس بازیگری هم شما میدن؟ درس بازیگری نه، ولی پیش اومده که سر کلاسش به عنوان مهمان چند بار برم. ولی شنونده بودم، خیلی کار به خصوصی انجام نمیدادم راستش بخواین، چون بلد نیستم خیلی نه تو جمع خیلی بلدم حرف بزنم نه اونقدر اعتماد به نفسشو دارم که. خیلی خجالتی هستین. خیلی زیاد. و چقدر عجیب، بازیگری و خجالتی بودن یه کمی منافات داره با هم. یه ذره شاید بیشتر تصور عمومی توی جامعه به این شکله که الزاماً مثلا بازیگر رو باید فرای آدم‌های دیگه که توی مشاغل دیگه هستن رو داشته باشن به قول معروف، ولی من الزاماً فکر نمی‌کنم اینطوریه، چون تو همکارامون خب من خیلی از آدم‌ها دیدم که اینطورین، حتی اونایی که به ظاهر میاد که خیلی آدمایی هستن که تو جمع مطرح میشن و خیلی بلدن در واقع جمع و دست خودشون بگیرن، اصلا اینطوری نیست. برعکسش هم هست دیگه، یعنی خیلی‌ها که میان تست میدن خیلی محجوب و خیلی خجالتی‌ان، حتی من خیلی دیدم، ولی جلو دوربین تبدیل میشن اصلا به یک آدم دیگه. و خیلی‌ها هم هستن که توی جمع‌های حالا مهمان یا خانوادگی یا غیره آدم‌های شلوغ سرزبوندار در واقع چیزی‌ان که جمع دستشون میگیرن، ولی به محض اینکه میان جلو دوربین آف میشن، یعنی هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. برای همین خیلی معمولا خطا میکنن
توی تست، یعنی فکر میکنن که این آدم حتما به درد بازیگری میخوره چون خیلی آدم شلوغ و اکتیویه، ولی اون که خجالتیه مثلا نه. عرض کنم که خب بعد اومدیم جلوتر و بعد باز همچنان تلویزیون. من اولین کار سینماییمو سال 79 انجام دادم. 79. اون سریال گلهای کاغذی فکر میکنم سال 75 بوده دیگه. آره دیگه 75. درسته. برای اینکه بعدش من اون موقع تازه پیش دانشگاهیمو تموم کرده بودم و خب می‌خواستم وارد دانشگاه بشم، یکی دو تا سریال دیگه همینطوری بازی کردم و راستشو بخواین شاید هنوز تا اون موقع قضیه برام آنچنان جدی نشده بود. و محیط زیست خوندی؟ بله. در دانشگاه؟ بله. و هیچ وقت در ارتباط با رشته تحصیلیتون فعالیت نکردین، کار نکردین؟ نه، من وقتی که میخواستم برای دانشگاه انتخاب رشته بکنم، خب باز هم با وجود اینکه کار کرده بودم، تصورم این بود که بازیگری رو نمیتونم به عنوان یک شغل، یک چیز جدی هنوز مد نظرم قرار بدم و فکر کنم که خب من دیگه توی این حرفم و دیگه بعد اون راهو برم. تصورم یه ذره ایدئالیستی بود، فکر میکردم که این یک هنره و من باید اون بخش هنریمو بتونم تفکیک کنم و یک کار دیگه ای داشته باشم که بتونم تخصص داشته باشم، تو اون زمینه فعالیت کنم و بخوام حالا اونم به عنوان یک هنر ادامه بدم. ولی خب در ادامه مسیرم با کارهایی که انجام دادم و دائم سر حالا یا فیلم برداری بودم یا حتی اگر نبودم هم انقدر خودم ملزم به این میدونستم، چون فکر میکردم من رشتم هنر نیست، انقدر خودم ملزم به این میدونستم که بخونم، مطالعه کنم، ببینم، واقعا دیگه فرصتی نشد که بخوام توی اون رشته. رشتم هم دوست داشتم ولی خب خیلی اعصاب خورد کن بود به دلیل اینکه یه سری فجایعی رو باش روبرو میشدیم، حالا در همون سن کم و با همون اطلاعات اندک دانشجویی که آدم فکر میکرد که خیلی دشواره. من خیلی از اساتیدی که من توی دانشگاه باشون بودم واقعا فوت شدم. من فکر میکنم که به خاطر حال بعدشون بود. آره واقعا. آره. برای اینکه ما متاسفانه به شدت مشکل محیط زیست و فرهنگ محیط زیست داریم در ایران و دیدیم که بعد از مثلا 13 به در که نزدیکه، کشور تبدیل میشه به یک زباله‌دانی بزرگ و خیلی فاجعه است. این دیگه اولین شرط حفاظت از محیط زیسته. حالا حیوانات بمانند، گیاهان بمانند و خیلی چیزهای دیگه. امیدوارم از امسال یک کمی حواس همه بیشتر به این موضوع باشه. اولین فیلمی که دیدین و روی شما تأثیر گذاشت چی بود؟ اولین فیلم که خب خیلی یادم نیست. بچه که بودم خیلی فیلم هندی دوست داشتم. یادم هندی؟ و خب خیلی هم پیگیری میکردم. حالا خدا رو شکر بزرگ شدین. آره واقعا. حالا اون موقع انقدر دسترسی نبود دیگه. بله. VHS و اینا. فیلم مثلا شعله رو فکر میکنم خیلی صدها بار دیدم. بله. خب آره. بعد دیگه حالا میگم، ولی بزرگتر که شدم راستش بخواین به شکل جدی، حالا از زمانی که مثلا یه ذره فیلم دیدن برام جدی تر شد، چون خب الان خیلی راحته ولی قبلا خیلی سخت بود. بله. و خب خیلی از فیلم هایی که واجب بود آدم ببینه یا کیفیتاش خوب نبود یا اصلا چیزی به اسم زیرنویس نبود. بله. بعد یه جوری استوب میکردی، یه کلمه پیدا میکردی، هزار تا تخیل میکردی. شاید اصلا حالا یکی از دلایل این که مثلا نسل حالا ما یا قبل تر اینقدر تخیلشون قویه تو فیلم دیدن همینه. برای همینه. باره کم بوده امکانات بود. تخیلمون قوی شد واقعا. آره. اگه بخواین دو تا فیلم معرفی کنین مردم در اوقات فراغت در خانه ببینن، یکیش شعله است؟ نه؟ نه، شعله که خدا رو شکر تلویزیون فکر کنم زیاد دادن. آره. دیدن. ولی اگه نه نمیتونم معرفی کنم، خیلی کار سختیه. سخته؟ خب خیلی فیلم خوب زیاده الان. پیشنهادتون فیلم های روز دنیا، فیلم هایی که اخیراً دیدین یا میخواین فکر کنید تا من سوال دیگه. من آقای نولان رو دوست دارم کلن. کریستوفر نولان. بله. اگه بخوام پیشنهاد بدم فعلا این چیزی که یادم.
و بازیگر تاثیرگذاری که شما زیاد دیدینش و تاثیر ازش گرفتین کسی هست؟ به شکل مشخص نه، واقعا خیلی از بازیگرا بودن که از دیدنشون چه داخلی چه خارجی از دیدنشون به وجد اومدم، لذت بردم، ولی اینکه مشخصا شخص خاصی رو بخوام تأثیر بگیرم ازش، یا اینکه مثلا شاید بعضی چیزا ناخودآگاه توی ذهنم هک شده و احیانا برای نقشی جایی ازش تأثیر گرفتم، ولی به شکل مشخص نه. ولی خانم ها معمولا مثلا ازشون که سوال میشه، کسانی که اهل فیلم هستن حتما مریل استریپ رو میگن، حتما مثلا نیکول کیدمن رو میگن، حتما جودی فاستر رو میگن. آره اینا کسانی هستن که به هر حال تأثیر گذارن توی بازیگران خانم در اون ور و صاحب سبکن. سه بار سیمرغ گرفتین؟ سه بار نه، یه بار. یه بار برای چه کاری بود؟ برای یکی میخواد با حرف بزنه. فیلم منکر عادی سال 90. سال 90 سیمرغ بهترین بازیگر مکمل رو گرفتین. توی کارهایی که خودتون انجام دادین کدوم رو از همه بیشتر دوست دارین؟ همین رو، یعنی کدوم بازی خودتون رو؟ این فیلم رو خیلی دوست دارم، ولی فیلم ها حالا نمیدونم باید فکر کنم، ولی به هر حال فیلم های دیگه ای بوده که احساس بکنم از این فیلم بهتر بازی کردم. چون یک چیزی که متاسفانه هنوز هم خیلی به نظر من البته وجود داره در قضاوت ها و داوری ها اینه که ما بیشتر تحت تاثیر نقش قرار میگیریم تا بله. بازی، حتما شما بهتر از من میدونید، ولی متاسفانه خیلی وقتا حتی کسایی که در مورد بازیگری صاحب نظرن هم این خطا رو شاید بکنن. درست. که اون نقش رو بیشتر براشون مهمه. توی این فیلمی که من سیمرغ گرفتم، خب به یک بار من بعد از مدت ها نقشی رو بازی کردم که خب خیلی با سبک و سیاقی که قبلا کار میکردم متفاوت بود و به انضمام لهجه‌ای که داشتم. نمیگم اصلا کار راحتی بود، اصلا اینطوری نبود، ولی خب خیلی نقشای دیگه‌ای بود که من براش شاید خیلی بیشترم زحمت کشیدم و خودم اگر قرار بود مقایسه بکنم بین اون نقش هام، شاید نقش های دیگه ای بود که فکر کنم بهتر بازی کردم، ولی هیچ اتفاقی براش نیفتاده. و نه اینکه در مورد خودم فقط بگم، خیلی بازیگر دیگه هم میبینم خیلی چیزا بستگی داره دیگه. بله. به خیلی چیزا. تمام زندگیشون رو رژیم بودن و هستن؟ از انقدی رژیم بودن و هستن؟ چرا؟ واقعا میتونه نه، توی دوران بارداریم خدا رو شکر این توفیق رو داشتم که رژیم رو بشکنم و واقعا از لذت خوردن بهرمند شدم. و بعد دوباره رژیم؟ و بعد دوباره رژیم. خیلی سخته وقت. مگر چند روز زنده ایم کنم؟ من آخه میدونین شاید خیلی خوب نباشه این حرف زدم، ولی خیلی لباسامو دوست دارم، به خاطر همین دوست دارم اندازم باشن همش. خب انواع غذاها رو بخورید، لذت ببرید، بعد لباسهای اندازه خودتون دوباره بخرید. خب نه دیگه، نمیشه. اون قدیمی ها رو، آهان اونا رو دوست دوستشون دارم. آره. چه عجیب. یکی از دلایل، یعنی عجیبترین دلیلی برای رژیم تا حالا شنیدم این بوده که لباسامو دوست دارم و دوستام همونا باشن. ازدواج کردین با آقای منوچهر هادی و ایشون چون مهمان ما بودند همین اخیراً و تعریف کردن ماجرا رو از زاویه نگاه شما ببینیم، چی شد؟ من البته متاسفانه هنوز برنامه منوچهر رو ندیدم. چه بهتر. بله خب. یعنی به حرفای ایشون در واقع تأثیر نمیذاره روی گفتن شما، این از این لحاظ میگم چه بهتر. چی شد؟ که ازدواج کردیم؟ بله. والا خیلی یه ذره پروسه پیچیده‌ای بود دیگه. ما زمانی که با هم آشنا شدیم، یعنی در واقع شروعش با هم دعوامون شد، چون من رفتم دفتر اون فیلمی که حالا قرار بود با هم دیگه کار کنیم و
توی اون جلسه دورخونی که داشتیم همه اون کسایی که قرار بود زود بیان همه دیر اومدن، بعد منم از اون دفتر یه جوری قهر کردم رفتم، چون من خیلی آدم مقرراتیم و بعدش دیگه اون وقت با هم یه ذره دعوامون شد و اینا. حالا من بعدن شنیدم که ایشون به اون تهیه کننده اون کار گفته بود که اگه این خانوم باشه من نمیام، من گفتم اگه این باشه من نمیام و اینا. یه ذره بلیل برحال حالا اون فیلم انجام شد و رفتیم جلو. یه ذره هی توی این از اولم خب منوچهر واقعا به من گفتش که من تصمیمم ازدواجه، با من یه ذره خندیدم و خیلی برام عجیب غریب بود. یعنی اون موقع فکر نمی کردم که یه آدم‌هایی ممکنه باشن در دنیا که اینقدر با صداقت باشن و اینقدر همه چیشون رو باشه، چون منوچهر همچنانم همینطوره. بعضی خیلی وقتا برای من خوشاینده، گاهی هم پیش میاد که بهش میگم مثلا تو این حرفو چرا جلوی جمع مطرح کردی، ولی خب خیلی واقعا رک و رو راسته، من خیلی اینطوری نیستم. و یک فرزند دارین؟ بله. که چند سالشه؟ 3 سال و 2 ماه و دختر. بله. عزیزم، مادر بودن کار سخت‌تریه یا بازیگری؟ مادر بودن. و تأثیر گذاشت توی کار؟ توی روند کار؟ بله، طبیعتاً. من فکر نمی‌کردم واقعا یه همچین حسی رو بتونم تجربه کنم. یعنی در هر لحظه آدم امکان نداره که فراموش کنی که بچه داری دیگه. من همیشه آدم خیلی متمرکزیم، یعنی برعکس شاید خیلی از خانوما که میتونن چند تا کار رو همزمان انجام بدن، من اصلا همچین خصلتی ندارم. یعنی بعد در آن واحد حتما یه کار رو انجام بدم و با بیشترین انرژی و توانی که دارم. ولی وقتی آدم مادره، طبیعتاً همه مادرها اینو میدونن، تو دیگه هر لحظه فکر میکنی که یک موضوع دیگری داری برای بله. فکر کردن. ولی کم کارتر نشدین؟ چرا کم کارتر؟ که البته من هیچ وقت بازیگر پرکاری نبودم، برای همین نمیتونم بگم خیلی از کارم دور افتادم. ولی خب به هر حال بعد از اینکه سوفیا به دنیا اومد، خیلی از پیشنهادهایی که دوست داشتم و شاید مثلا اگر موقعیت دیگه بود میرفتم بازی میکردم، از دستشون دادم؟ نه، از دستشون ندادم، نشد دیگه. مثل خیلی از نشدهای دیگه زندگی درست. و خیلی خوشحالم، چون دوست داشتم که بزرگ شدن بچه‌م خودم ببینم و احساس میکردم که وقتی آدم بچه داره به هر حال این مسئولیت مهمترین اتفاق زندگیشه و من دوست داشتم و لحظه لحظهش استفاده بکنم. کار آینه بغل رو بازی کردم و فیلم قبل از سریال دل، فیلم رحمان 1400 رو که خب به هر حال فیلم‌های سینمایی زمان خیلی طولانی نیست دیگه، مثل سریال نیست که خیلی وقت آدم رو بگیره. بسیار خوب. الان مشغول کاری هستی؟ نه، خوشبختانه. خب، از ترس کرونا یا نه؟ خیلی اتفاقی؟ نه، از ترس همه چی، از نمیدونم. همکار بودن با منوچهر جان به شما کمک کرده یا؟ بله، خیلی زیاد. من فکر میکنم که حالا نه صرفا کسایی که ارتباط فامیلی یا ازدواجی با هم دیگه دارن، شناخت توی کار ما باعث میشه که آدم خب خیلی راحت تر بتونه با هم دیگه کار کنه، به دلیل اینکه خیلی از مسائلی که شاید به دلیل عدم شناخت و لازم به توضیح داشته باشی و اثبات خودت، به خاطر اون شناخته شاید کمتر ازت انرژی بگیره توی پشت صحنه و انرژی تو معطوف کنی برای کاری که میخوای انجام بدی. و خیلی از اوقات حالا توی فیلمایی که منوچهر کارگردان بوده و من بازی کردم، خواه نخواه من در جریان فیلمنامه روند شکل گیریش بودم، حتی اگر که اصلا قرار نبوده که اون زمان خودم بازی کنم، به دلیل بحثایی که منوچهر میکرده حالا با نویسنده و من ناخودآگاه میشنیدم اونها رو، و احیانا اگر که اظهار نظری میکردم به شکل طولانی تری با اون آدمهای اون قصه در ارتباط بودم. شاید واقعا اکثر مواقع من یکی از یعنی حداقل میتونم بگم جز بازیگرای ابتدایی برای فیلمهای منوچهر نبودم که مثلا اول قرار داده منو ببنده بعد بگه خب حالا بقیه. میتونم بگم که شاید
همیشه من دیرتر از بازیگرهای دیگه یا حداقل چند تا نقش اصلی دیگه قرارداد بستم یا اصلا اضافه شدم. زندگی خانوادگی خوبه؟ بله خیلی. یعنی هی رفته رو به بهتر شدن و همه چیز عالی؟ خیلی خیلی بهتره. اون شناخته فکر میکنم. خیلی خوب. کارهای دیگه ای هم که پیشنهاد میشه با منوچهر جان مشورت میکنی یا مستقلن تصمیم میگیری؟ مشورت که خب حتما میکنم، ولی منوچهرم شاید خیلی وقتا با من مشورت بکنه اگه یادش بمونه، چون خیلی وقتا اونقدر مشغله داره که یادش میره، ولی من حتما مشورت میکنم، ولی نه الزامن که بگم پرچی تو میگی. نهایتا کار خودتون. البته اونم منوچهرم به من نمیگه که تو مثلا حتما این کارو قبول کن یا نکن، ولی خب با توجه به شناخت بیشتری که خیلی جاها داره به من یک نکاتی رو میگه که خب خیلی وقتا تاثیرگذاره در روند کاری من. بیشتر راست شو بخواهی رو به این بوده که من پیشنهاد رو قبول کنم، چون من قبل از ازدواجم با منوچهر خیلی سختگیرتر بودم و خیلی شاید بد اخلاقتر یا مثلا یه جایی بی‌ادب‌تر. بی‌ادب بخوام باشم و مثلا به هم پیشنهاد کار میدادن بعد من روم نمیشد بگم نه، بعد تلفن جواب نمیدادم چون نمیدونستم چه جوری بگم. بعد منوچهر چون خودش خیلی از این کار ناراحت میشه دائم به من یادآوری میکنه که جواب دادی مثلا حتما نه بگو که مثلا نمیای یا بگو که میای یا به هر حال منو مجاب میکنه که حرف بزنم. خیلی خوب. چند تا سوال بپرسم با بله یا خیر جواب بدین. بله. مغرورین؟ سخته. سخته؟ ولی فقط بله یا خیر. بله. بله. اگه با منوچهر خان حرفتون بشه عذرخواهی میکنین؟ بله. انتقاد پذیری؟ نه. نه. خب. خانم موفقی هستین؟ بله. و مشهورین؟ بله. بله. محبوبین؟ مرسی. خیلی ممنون. امیدوارم جوابش بله است. بله. تا حالا به کسی حسودی کردی؟ بله. بله. رانندگی شما خوبه؟ خیلی با بله یا خیر خیلی سخت جواب بدم. خواهش. آخه فکر کنم اینو بقیه بعد در مورد آدم بگن. نه. نه؟ نه. چون دوست ندارم خیلی رانندگی رو. آها. خلاف هم تا حالا کردین؟ نه. نه. آشپزی دست بخت؟ بله. بله. اگر بازیگر نمی شدین چی کار می کردین؟ کتاب فروشی دوست داشتم. کتاب فروشی؟ چقدر شغل خوبی. آره. شاید مثلا قبلن گل فروشی رم دوست داشتم، الان هم دوست دارم، ولی خب کتاب فروشی رو بیشتر دوست دارم. تفریحات شما چیه؟ واقعا کتاب خوندن. کتاب خوندن چقدر عالی. تفریحات دیگه هم حتما دارم که ازشون خیلی هم لذت میبرم، ولی کتاب خوندن خیلی برام تفریح خوبیه. حداقل زمانی که آرامش دارم و حالم خوبه ترجیح میدم که بله. کتاب بخونم. آیا سوفیا هم دوست داری که بازیگر بشه؟ خیلی فکر میکنم به دوست داشتن من ارتباطی نداشته باشه. آره آره. بچه ها دیگه خصوصا این نسل خیلی خودشون راه خودشون رو میرن و تصمیم میگیرن و نسل‌های بعد. اما اینکه خواسته دلی شما هست یا نه؟ اینکه هنرمند بشه رو دوست دارم. ولی الزاماً بازیگر نه. نه الزاماً بازیگر نه. و اینکه یک خطری که به نظرم بازیگری داره و اینکه آدم بخواد به عزیزانش توصیه بکنه، حداقل در با توجه به شناختی که من از این حرفه دارم، اینه که بازیگری احتیاجی به یک خودآزاری شدید داره که
خب در زندگی عادی و خیلی از لحظات خیلی آدم آزار میده، حداقل توی برهه طولانی اتفاق میفته. من الان با توجه به تجربیاتم و سنم شاید بیشتر یاد گرفتم که خودم رو مدیریت بکنم، ولی توی دوران جوانی خب مدیریت احساسات خیلی سخته و خیلی وقتا خیلی نقش ها هست، خیلی شرایط هست که واقعا آدم رو آزار میده. و اصولاً هم فکر میکنم برای بازیگر خوبی بودن تو باید بتونی احساسات تو خالص نگه داری. من خودم فکر میکنم که توی دوران نوجوانیم یا حالا دبیرستانی بودم و اینا خیلی آدم منطقی تری بودم، ولی به مرور بدون اینکه بخوام و بدون اینکه بفهممش خیلی حساس شدم، خیلی زود رنج شدم و مدت‌ها طول کشید که بتونم به یه آرامش نسبی روحی برسم. الان زود رنجین؟ خیلی کمتر. کمتر شده؟ خیلی، نسبت به شاید خیلی از اطرافیانم نه، خیلی منطقی تر. و میگم اون مدیریته، البته بخشش هم واقعا به این برمیگرده که من خیلی شاید خیلی وقتا خوب یاد گرفتم که احساساتم رو کنترل کنم و در واقع به درونم شاید بیشتر فشار میاد و همین این منو از نظر شاید درونی خیلی رنجورتر میکنه. چیزی راجع به فضای فعلی سینمای ایران خواهیم بگیم؟ نه واقعا من خیلی توقعی خودم ندارم از دیگه، نه سینما نه خیلی جایی. یه زمانی خیلی شاکی بودم، خیلی غر می‌زدم، نق می‌زدم، ولی الان نه. فکر می‌کنم که مهمترین چیز در هر فضایی اینه که آدم اول حال خودشو خوب نگه داره. یعنی خیلی وقتا فکر میکنم که از نظر حرفه‌ای به این فکر میکردم که بعضی رفتارهای غیر حرفه‌ای، غیر انسانی رو شاید اگه انجام میدادم به اون نتیجه‌ای که مطلوبم بود شاید زودتر میرسیدم، یا شاید اصلا نرسیدم و اونطوری میتونستم برسم احیانا. ولی الان خوشحالم از این که طوری زندگی کردم که خودم رو دوست داشته باشم، نه اینکه بخوام برای بازیگری یا هر چیز دیگه ای. حتما خیلی خطا کردم، حتما خیلی اشتباه کردم، ولی اون کارهایی بوده که دلم خواسته انجام دادم. چند تا کلمه میگم با یه کلمه یا یه جمله حستون رو نسبت بهش بگین. فضای مجازی؟ دوستش ندارم خیلی. چقدر خوب. میلان کندرا؟ عاشقشم. تلویزیون؟ فکر میکنم یه جاییه که متعلق به یک رسانه، یه در واقع متعلق به همه مردم، و امیدوارم که همه ماها که توی این رسانه به هر شکلی که هستیم جوری فعالیت کنیم، به جایی برسیم که بتونیم سلیقه‌های مختلف با شکل‌های مختلف رو براشون برنامه سازی بکنیم و تعداد بیشتری از آدم‌ها رو راضی نگه داریم. شاید مثلا سالهای قبل تر این اتفاق راحت تر می افتاد. فیلم ترسناک؟ نه خیلی می ترسم، می دونم. متاسفانه. و هنوزم از سیدیش هم می ترسم. یعنی یه سیدی فیلم ترسناک توی خونه باشه ایشون می ترسن، باید اون سیدی رو خارج کنن و از بین برن. حالت کرونا رو داره براماره واقعا. چرا آخرین فیلم ترسناکی که دیدین کی بود؟ اصلا میخواین راجبش حرف نزنیم؟ نزنیم؟ آخرین فیلم ترسناکی که دیدم خیلی بچه بودم، شاید همون تأثیر گذاشته؟ جنگیر زد صلیب فکر کنم. آره یه همچین چیزایی پیش اومده مثلا یه جایی برم فیلم ترسناک مثلا بوده باشه. آها نه ببخشی، هالووین. آره مثلا شاید 12-13 سالم بود. بعد پس از مثلا تنها هم که باشین خونه میترسین حتما؟ قدیما آره، الان نه دیگه، نه خدا رو شکر. یه فیلم ترسناک بذارید بشینید با دل سیر ببینید، شاید از بین بره دیگه، یا خودتون از بین برید. آخه نه نه
نه یعنی زبونم لال، دور از جونتون. نه منظورم این بود که یعنی میگم اون اتفاق اگه قرار بیفته اصلا ولش کنید. نه ولی پیشنهاد من اینه که این کارو واقعا بهم پیشنهاد دادم و خواستم هم انجام بدم. منتها من حتی فیلمایی که نمیدونستم ترسناک، اصلا ترسناک نه، مثلا یه لحظه هیجانی. آره من از اینکه فکر میکنم قرار این لحظه بترسم میترسم، وگرنه از خود ترس اون التهابش بدتر. ولی میخوام این کارو بکنم واقعا، منتها بعدی با یه ذره فیلم های ملایم تر و اینا شروع کنم. بعضی فیلم ها خب به نظرم خیلی بیشتر چندش آورن تا ترسناک. اونا رو اصلا دوست ندارم، ولی بعضی فیلم ها هستن که خب ترسناکن. من از بس دوست دارم فیلم ترسناک نمیتونم ببینم، میدونین؟ و اصولا هم بیشتر به عنوان یک بیننده، مثلا خیلی به من میگن تو خودت تو پشت صحنه اینجوری اینجوری، من انقدر غرق در فضای فیلم میشم مثلا نمیتونم فکر کنم که منم الان حرفم اینه. و بیشتر از چیزای ماورا و طبیعی چون میترسم اونا برام خیلی ترسناکن. دم پختک؟ نه. نه خب اینو همینطوری گفتی؟ چون من بچه که بودم من هیچی همینطوری نمیم. آخه اینه فقط مامانم میدونه. بله و من. بر همین فکرم نمیدونم، من بچه که بودم به مامانم همیشه مثلا میگفتم، گفتم مامان نمیشد به جدن بخورد زرش گلو با مرد. وای همه رو میدونیم نگم پس. آره همه رو میدونم. نه الان ولی به اون شدت بدم نمیاد، ولی خیلی به عنوان غذا روش حساب نمیکنم. باتون به شدت مخالفم، برای اینکه من خب میدونید دیگه من دیوانه دم پختک و نیمرو هم و توی کنسرت توی دوره همینا خیلی ها از مردم با قابلمه دم پختک اومدن به من دادن رو صحنه و این اتفاق بارها افتاده. من تا جریان عروسک خواهرتونم میدونم. ای واش موهای عروسک خواهر سودی کردن، حالا هرچی موهای عروسک خواهرشون رو چیدن و خواهرشون تا 18 سالگی منتظر بودن موهاش دراد. خب حسرتی از گذشته دارین؟ اگه برگردین به قبل چه چیزهایی رو تغییر میدین؟ خیلی اهل حسرت نه تغییر اسمشو بزن. فقط بزرگترین اسمش واقعا شاید بشه حسرت. حسرتی که دارم اینه که یک خاله خیلی عزیزی داشتم که بر سر یک بیماری فوت شدن و دلم میخواست بیشتر بغلش کنم. روحش شاد. متشکرم. بعد چه چیزی هست که در آینده خیلی دوست دارین انجام بدین و منتظر این فرصتین در واقع؟ در درجه اول واقعا دلم میخواد که دخترم خوب بتونم تربیت بکنم و کاری نکنم که بعداً ذهنیت بدی براش شکل بگیره. این فکر میکنم که در حال حاضر که شاید حالا بچه‌م خیلی کوچیکه بیشتر به این چیزا فکر میکنم که اون اتفاقه بیفته. و اینکه خیلی دوست دارم که خیلی کتابای بیشتری بتونم بخونم، چون یه زمانی فکر میکردم که خیلی راه طولانی در انتظارم و خیلی من وقت دارم که خیلی کارا رو انجام بدم، ولی الان خیلی بیشتر فکر میکنم که خیلی زمانم و شاید خیلی وقت و هدر دادم، دنبال چیزایی رفتم که خیلی بیهوده و بیخود بوده، گرچه که شاید به من تجربیاتی داده، ولی میتونستم بیشتر توی این فرصت ها چیز یاد بگیرم. حالا کتاب خوندن، زبان یاد گرفتن. بله الان بهترین الحمدلله نسبت به اولش که بله خیلی خیلی بهتر. خستتون نمی کنم و آخرین سوالم به رسم دورهمی، احساس خوشبختی داریم؟ بله بله بسیار خوب. البته یه ذره به شکل عام دیگه، یعنی به شکل کلی، چون
خیلی چیزا هست که ممکنه همه ما رو ناراحت کنه، اذیتمون کنه، و ولی به شکل کلی از اینکه به دنیا اومدم و دارم زندگی میکنم احساس خوشبختی، خیلی خوشحالم و خیلی و از اینکه تونستم در کنار کسی قرار بگیرم توی زندگی، با کسی ازدواج کنم که از صمیم قلب دوستش دارم و با وجود همه مشکلاتی که ممکنه توی همه ازدواج ها وجود داشته باشه، حتی در بدترین لحظاتی که ممکنه آدم از دست همسرش ناراحت باشه یا دلخور باشه، وقتی به این فکر میکنم که چقدر این زندگی برام عزیزه، میتونه بهم امیدواری بده و همه عزیزانی که در کنارشونم و تمامی خانوادم هم که در کنارم هستن و میتونم بهشون عشق بدم و به هم محبت کنن، فکر میکنم بزرگترین لذت زندگیه. چقدر عالی. و امروز سالگرد ازدواجتونه. بله. دیروز بوده در خیلی ممنون. متشکرم. مرسی. خانم یکتا ناصر بسیار مهربانند، بسیار اهل تفکر و اهل کتابند، بازیگر فوق‌العاده، و امیدوارم که همیشه این عشق دادن و عشق گرفتن همراه شما و همه عزیزانتون باشه و بهترین آرزوها رو براتون دارم و یک دسته گل هم برای سالگرد ازدواجتون بچه ها آماده کردن که تخت. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. خیلی ممنون. ادامه بدیم حرفامون رو. حداقل حسن قرنطینه اینه که آدم برای یه مدت از قضاوت شدن توسط مردم راحت میشه. دیگه یه جورایی فقط خودتی و خودت. به من که بد نمیگذاره. دادم شیشه های پنجره هامو از این رفلکسی ها انداختن. روزا پرده رو میدم کنار. بیرون رو تماشا میکنم. شیشه ها اینجوری هن که من بیرون رو میبینم. اما از بیرون کسی نمیتونه داخل رو ببینه. تا اینکه اخیراً رفتم سوپرمارکت. همسایه روبرویمون گفت آقای مدیری اون شیشه وسطیه رفلکس نیستا، در جریان هستین؟ گفتم کدوم وسطیه؟ گفت همونی که هموم دستشویتون روبروشه. واقعا آقای مدیری ما از شما دیگه انتظار نه. من سری زنگ زدم مؤسسه حمله بار، چون دیدم مثلا اون محل دیگه جای زندگی من نیست. یه مدرسه راهنمایی جلو خونمون بود. من هی میدیدم اینا یه مدت تعطیل میشن، یه دو ساعت وای میسن جلو مدرسه شادی میکنن. منم مدل کنار دریا لب پنجره قهوه میخوردم و لذت میبردم از تماشای این آینده سازان وطن. یه پیشنهادی هم دارم برای وزارت آموزش پرورش. ادامه سیستم آموزشی باید بر اساس سواد کلاس اولی هایی که امسال کلن دو روز بیشتر نرفتن مدرسه تنظیم بشه. یعنی چون اینا گیه رو نخوندن دیگه نباید انتگرال جزو درساشون باشه. سطح ریاضیات لطفاً در همون حده ا به اضافه ب مساوی آب باقی بمونه. این همه تا حالا مدل آموزشی عوض شده، این هم میشه یه مدلش. الان یه جوری شده از بچه میپرسی کلاس چندمی، میگه سال آخری دبیرستان اولم، سال دیگه میرم سال اول دبیرستان دوم. در واقع الان میشم سوم راهنمایی سابق یا همون کلاس هشتم اسبق. میگی کی میری پیش دانشگاهی؟ میگه ما اصلا پیش دانشگاهی نداریم. میگی چرا ما داشتیم؟
میگه شما سال اولی های نظام جدید بودین، ما سال جدیدی نظام جدیدیم. عمو اینا در واقع میشن سال آخری نظام قدیم، ولی دایم اینا میشن سال قدیمی های نظام قدیم. برادرم قدیم جدیده. یعنی نظام قدیم خونده، از وسطش رفته تو جدید. اینا البته خیلی کمن، تو کل ایران فکر کنم 300-400 تا بیشتر ازشون نیست. متشکرم. من همیشه ایدیامو میذاشتم تو بالشم، صبح که بیدار میشدم نبود. مادرم میگفت شیطون اومده ایدیاتو برده. کل بچگی من به نفرت از شیطون گذشت. هر ایرانی اولین بار با پدیده اختلاس تو محیط خونه روبرو میشه، وقتی خانواده ایدیاشون رو میگیرن که براش نگه دارن. هر بار از عید دیدنی برمیگشتیم، پدرم عیدی رو ازم میگرفت که بده به بچه های همونایی که به عیدی داده بودن. ما یه فامیل داشتیم، همیشه همون مقدار عیدی که به بچهش میدادیم رو تقسیم بر سه میکرد، میداد به من و خواهر برادرم. یعنی اگر 10,000 تومان به بچهش میدادیم، این نفری 3,333 تومان به ما میداد. داداشم بچه بود، فرق پولها رو با هم نمیفهمید. عیدی هام رو باهاش عوض میکردم. یه 5,000 تومانی ازش میگرفتم، 5 تا 500 بهش میدادم. مدیری، با عوض کردن شلوارت بزرگترین عیدی رو به ما بده. فامیل ما فقط دست بگیر داشتن، دست بده نداشتن. بعدی، من همیشه بابا میزد تو سرم، میگفت خواستن بهت عیدی بدن، بگو من دیگه بزرگ شدم، نگیر تا ما هم مجبور نشیم به اونا عیدی بدن. نمیدونم چرا همه تاکید دارن که پول عیدی نو باشه. عیدی بدید، مچالک کنید، توف کنید روش. من از بچگی میگفتم بزرگ شدم و به زور مقاومت میکردم و عیدی نمیگرفتم. الان فهمیدم چقدر احمق بودم. خب، یه آقای خانم و یک آقا. تا برسی اینجا ساعت 11. شما آقا. بله. آقا شغل شما چیه؟ سلام. کارمند گمرک. بله. و شما؟ من دانشجوی وکالت هستم. وکالت؟ بله. چقدر مونده؟ ترم آخرمه. ترم آخر؟ بله. اینهای نوروزی رو بگین چیان؟ هفت‌سینمون مثل سیب، سماق، سنجد، عیدی دادن، عیدی گرفتن و دید و بازدید که متاسفانه امسال این امکانش نیست. فکر میکنم همینا باشه. سبزگره زدن. حاجی فیروز، خونه تکونی. بله. فلسفه 13 به در میدونی چیه؟ والا تا اونجا که میدونم فقط دختره میان سبزه که میزن که شوهر کنه. واقعیشو نمیدونم. سبزه میزنن که شوهر کنن. شما موافقین؟ من موافق نیستم. الان دیگه این حرف درست نیست. چون الان آقایون بیشتر این کارو میکنن. شما یه وکیل درجه یک خواهید شد. سلامت باشید. میدونم، خصوصا در دادگاه های خانواده. حاجی فیروز فلسفش از کجاست؟ نمیدونی؟ حاجی فیروز فقط میدونم به زمان گذشته برمیگرده دیگه. ما خیلی به گذشته ها نگاه نمی کنیم، به آینده نگاه میکنیم. خب، خیلی هم خوب. مرسی. چند تا سوال اطلاعات عمومی بپرسیم.
وکیل ها آدم های سختی هن، آدم های خشکی هن، آدم های جدی هن؟ آدم های سخت، خوش، جدی، من ندیدم. ندیدین؟ نه. خب، یه شعر از حافظ؟ حافظ. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتا که ماه من شد، گفتم که ماه من شد، برایت. گفتا اگر برایت. شعر از سعدی؟ سعدی نمیدونم. فقط حواست به دخترها بوده که میرن سبزه. ممنونم. کی سبزه گره میزنه؟ شوهر میخواد. خلاص. رمان جنایت و مکافات اثر کیه؟ جنایت و مکافات؟ من رمان خیلی نمیخونم. نمیخونید؟ نه. قلعه حیوانات اثر کیه؟ نمیدونم. چند سیاره در منظومه شمسی وجود داره؟ سیاره باید بشمارم. بشماریم. یکیش که زمینه، زهره، نپتون، پلوتون بود فکر کنم هفته میشه دیگه. الان این که گفتین چهار تا بود؟ بله، بقیه شو دیگه بقیه مشتری شو. و زحل و آها خیلی خوب. نه تا. لامپ رو چه کسی اختراع کرد؟ لامپ رو ادیسون فکر کنم. ادیسون؟ برق بود. برق. ایران چند استان داره؟ ایران چند استان داره؟ زیاد. من فقط یه تهرانیشون می‌شناسم. پای تخت استرالیا؟ نمیدونم اونو. فقط اون سبزه رو من میدونم. دوران حاملگی فیل؟ چند ماهه؟ خیلی کوتاهه مثل اینکه. کوتاهه؟ درست میگن؟ نه درست گفتن. 22 ماه. 22 ماه. اگه فیل بشنوه که 22 ماه بارداره، میدونی چی میکشه؟ اگه بشنوه که گفتی خیلی کوتاهه، میشینه روت. ورزش یوگا از کدام کشوره؟ یوگا؟ آقای مدیرین همه ورزش رو یوگا. ورزش شطرنج از کدوم کشوره؟ شطرنج فکر میکنم والیبال. قایقرانی. این همه ورزش دارم همه رو بیارم. پرش طول. این رو من نشیدم آقای مدیری. کاراته. کاراته چون سبک خودم بوده برای ما، سبک کیوکوشینش میدونم برای آقای اویاما بوده که برای کشور کره بوده. کره. خیلی خوب. لامپ رو نمیدونین چه کسی خود. شازده کوچولو اثر کیه؟ خیلی مشهوره ولی هیچ وقت به نویسندش دقت نکردم، خوندم ولی به نویسندش برام زیاد سنت اهمیت نداشت. یه شعر عاشقانه بخونید. میشه به جای عاشقانه یه شعر بخونم که وصف حال این روزامونه؟ حتما. یاد دارم در غروبی سرد سرد، میگذشت از کوچمون یک دوره گرد. داد میزد کهنه قالی میخرم، دست دوم جنس عالی میخرم. عشق در چشمان بابا حلقه بست، ناگهان آهی کشید بغضش شکست. اول ماه هست و نان در سفره نیست، ای خدا شکرت ولی این زندگیست. خواهرم بیروسری بیرون دوید، گفت آقا سفره خالی میخری. خیلی هم زیبا، خیلی هم زیبا. تا حالا سوالایی میکنم که راجبش میدونی ها؟ تا حالا دختری رو دیدی سبزه گره بزنه شوهر کنه؟ یعنی این کار باعث بشه خانم که خودم. چی؟ خانم خودم. خانم خودت؟ بله. خانم سبزه گره زدین ایشون اومد گرفت شما رو؟ شاید مردم تو خونه نشیده باشن، میگن احتمالاً خواهر خودش این کارو کرده. خدا رو شکر ما یه وکیل اینجا داریم که در صورت بروز مشکلات جدی‌تر. خانم شما سلامت باشید. بگید که حکمشون چیه. عرض کنم که کارمند گمرک هستین و کار سختیه کارتون؟
بعضی اوقات یه سری کارهای اداریشون روالش تو مملکتمون هر روز یه قوانین تغییر میکنه. تعویض میشه. بعضی روزا خیلی مشکل داریم برای مثلا ترخیص کردن یا صادر کردن هر چیزی. خصوصا تو این دوره که مدام داره واردات و صادرات دچار مشکل. وضعیت مریضی هم که هستش اصلا یه وضعی شده توی گمرکا. خیلی خوب. آقا بهتر بودن؟ خانم بهتر بودن؟ بله، رای با خانومه، ولی اصلا یه جوری این سبزه رو که گفت و این قضیه شوهر رو اصلا یه جوری به دلم نشست و الانم که میرن با خانومشون امشب داستان دارن. من میدونم. اجازه بدین دو تا هدیه بدم. متشکرم. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خب، حرف آخر. در شرایط فعلی هیچ چیز به اندازه انرژی مثبت دادن به همدیگه اهمیت نداره. اخبار منفی که از همه جا داره میباره، هممونم به اندازه کافی شنیدیم. الان هنر واقعی اینه که ببینیم چطور همدیگر رو امیدوار نگه داریم و بهترین الگوی مخابره انرژی مثبت همون است که در این سالها از بعضی از مسئولین بالادستی شنیدیم. بهشون میگه آقا ماجرای اون اختلاس چی شد؟ لبخند میزنه میگه اونو که حل کردیم، یعنی طرف رو فرستادیم اون بر. میگی خب الان نرخ تورم چرا این وضعه؟ میگن که تورم نقطه به نقطه است، الان تو همون نقطه ای که هستی وایسی بالا نمیره، ولی اگر بری به نقطه دیگه ای برگردی میبینی که رفته بالا. این تحلیل رو شنیدیم همه. میگی چرا هوا اینقدر آلوده است؟ میگه تقصیر کشورهای همسایه است، باد ریزگردهای اونها رو میاره اینجا. ولی نگران نباشین، به زودی ما هم خط تولید صادرات ریزگرد داخلی رو افتتاح میکنیم. میگی معضل بیکاری؟ میگن در حال حاضر در هر خانواده یک بیکار داریم که اتفاقا خیلی هم لازمه، چون اگه همه برن سر کار خونه خالی میشه و دزد میاد. بعد کم کم هی توضیحات جالبتر میشه. میگه آمار طلاق چرا اینجوری شده؟ میگن به خاطر بیماریه، طلاق میگیرن که بتونن این فاصله یه متر رو رعایت کنن. میگی کم آبی چی میشه؟ میگن اونو دیگه مسئله ابرهای بارانزاست. میگی مسکن؟ میگن مکانیست برای زندگی اعضای خانواده. میگی کیفیت ماشین ها؟ میگن بذارید دو هل بدید. دیگه داره به اینجا میرسه کم کم. به هم انرژی مثبت بدیم و منتظر روزهای بهتر بمونیم. امیدوارم که امسال پر از خبرهای خوب، حال خوب و بدون اتفاقات عجیب و غریب باشه. خیلی ممنون امشب انقدر خوب و پر انرژی و گرم در کنار ما بودین. امیدوارم که همیشه خوب باشین و بهترین آرزوها رو براتون دارم. شب بخیر.